سلامتان دارا، امیدوار هستم خوب صحتمند باشین. در این ویدیو میپردازیم به ترک دیوانه از علی ایتیچ که شما درخواستش کردین، که علی ایتیچ هم یکی از بهترین های رپ دری است. یعنی ترک هایش باید بشینی دقیق گوش کنی، اما تو نمیشه کادی از سرش تیر شوی. هر مصرع، هر شعرش، هر واژه واژه کلماتش معنی خاص داره و ما علی ایتیچ فوقلاده بالایش افتخار میکنم که همچون رپر آرتیستی در داخل رپ دری داریم. و این ترک شما پیشنهاد دادیم، 7 دقیقه، کوشش میکنم که زیادتر پاز نزنم، ولی اگه جای خیلی مهمش بود دیگه مجبور هستم پاز بزنم. شما و بزرگیتان ببخشین. قبل از اینکه بریم طرف ترک، بچه فراموش نکنین که حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و همچنان ما در اینستاگرام فالو کنین. و اگر کدام ترک درخواست دارین حتما در کامنت بگذارین. بریم طرف ترک. خب بچه شروع میکنیم، ترک گوش میکنیم. از این اولش بیتش دیوانه میساز آدم. خود علی تیج هم پرودیوسش کرده که معمولا این کارا رو میکنه. ما تا جایی که خبر دارم تمام کارهای خود از زیادتر وقتا خودش میکنه. واقعا افتخار وطن است. لابلای لاله های له شده دلای گل، لاله ای را می پالم ریشه کنه لای گل. کلش با لام، چقدر باز کلمات فقط اما تو بلام نمیگه، خیلی کلماتش پرمفهوم. لاله های له شده دلای گل، لاله ای را می پالم ریشه کنه لای گل. لابلای لانه های لا تغییر لا اقل، لانه ای را می پالم لنگری برای دل. شب شد شبا باز میشم گم دلای شعر، شاد باش میگن من گوش نمیتون با کاف و شعر. شار پرم برم میگن شاد باش ما هم گوش نمیتون با کاف و شعر. دیگه شه خودتان بفهمین نمو چیز شعر میشه. میشم گم دلای شعر، شاد باش میگن من گوش نمیتون با کاف و شعر. شار پر موش مگم دارن ادعای شعر، شار شده لود چغال پنهان در لباس شعر. ثانیه مگه شعرها در داخل شعر آمدن ادعای شعر بودن میکنن، یعنی بسیار دوزا آمدن در حکومت، دست حکومت خود بسیار صادق نشان میتن با مردم. مفهوم شعرش عزیزه و بین امی رقمی امی قسمی حکومت لچ کردن. خیلی خوبش میگه پنهان در لباس شغال یا باش پنهان در لباس شعر، شغالا پنهان در لباس شعر. میشم گم دلای شعر، شاد باش میگن من گوش نمیتون با کاف و شعر. شار پر موش مگم دارن ادعای شعر، شار شده لود شغال پنهان در لباس شعر. ثانیه به ساعت و ساعت به سال و زد سن. غیر از این که کلماتش خوب پرمفهوم است، ببینن چقدر خوب واجرایی میکنه و اون رقم ساده نه که هر چیز که دادان شما تا اولش کاف یا بی یا پی یا سی هر چیز بساده، ولی نه خیلی پرمانا پرمانا. از دیاد سرعت به سابق هست ذاتن من که سل، سطر صفه سطر اول سر شده با ساز و رخ. صفه سی و سر سیک سر صفه دو زار و سر. به بال بر پرواز و به باور و به پرمان بازم بدارم و بزار از به باوری به فردا. به با امید بالا بالا رفتیم بالا پلا پلا، به خبر از بربادیم پا به پا شدم برباد. ای هی مگه ما پلا پلا بالا رفتم با امید از اینکه ما موفق شم، ولی خبر نه که ما آیستا آیستا با قدمای خودم نابود شده رفتم. ای های چقدر خوبه. با امید بالا بالا رفتیم بالا پلا پلا، به خبر از بربادیم پا با پا شدم برباد. بعضی وقتا همه چی با نظم مثل شعر، بعضی وقتا هم برعکسش مثل جنگل شعر. بعضی وقتا مردوش هستن مثل باغ وحش. چه قابل گفت. مگه بعض وقتا بسیار با نظم مثل شعر، منظورش از او شعر ایوان نیست، شعر است که یک شاعر نوشته میکنه با نظم و با قیافه و همه چیز بسیار منظم. و بعض وقتا مثل جنگل شعر، جنگل قانون جنگل ایست که هر که زور بود و نمون میزنه نفر دیگره. بعض وقتا مگردوی شما است مثل باغ وحش، منظورش مثل یک حکومت است، یک حکومت که سر تا سری باشه و ندگردویش است، هم نظم است هم چور چپاول است، که افغانستان بسیار یک مثال واضح عزیز که قبلا حکومت دارا نظم جور کرده بودن ولی خودشان نظم نیده، سر سرک با موترهای تیز رفتار میرفتن، سرکار بند میکدن، کجایش نظم است؟ مثل یک باغ وحش بود.
بعضی وقتا مردوش هستن، بعضی وقتا هم برعکسش مثل جنگل شهر. بعضی وقتا مردوش هستن مثل باغ وحش، مثل پروانه در باد لانه لای باده هر بار، مثل سک سک دو زنان پیشگوار بخاره فردا، مثل اسب شجا گاهی پنهان انگار ماره دغار، گاهی مثل شیر سلطان بندی و زندانه در بار. بده بده خدا نشان، 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 از دیدگاهشان نشو پریشان، بده بده خدا نشان، نترس و نگیر جنب سرشان. چقدر خوشگا، بده بده خدا نشان، چیزی که استعداد داری ترس از مردم نداشته باش، آوازخوانی خوش داری، رقص خوش داری، رقاشی خوش داری، هر چیز، بده بده خدا نشان، نترس از دیدگاهشان، دقیقه گپ مردم نشو، دانشان رو بزن. اصلا گفت جمپ نگی سرشان، با چه قلقس کن بچه ها، در هر چیز استعداد دارین، در قصه گپ مردم نشین، ادامه بتین، نگیرین جمپ سرشان. جان علیت، بده بده خدا نشان، از دیدگاهشان نشو پریشان، بده بده خدا نشان، نترس و نگیر جمپ سرشان. صحبگاری عالی خالیست، فاز عالی مال ما نیست، خانه آریست خانه خالیست، ساده پشت سایه شاره پالید، ندارم مکاری باری باریست، چون وصل زندگیم به تاری باری، کل روزا بودم دایم خادم واری، هر آدم ناکس قابل دانست. ما اشتباهی ما اینمیز که هر آدم ناکس، هر آدم چی میگن بیوجدانه، وفادار فکر کردیم، دوست بود که خنجر از پشت زد. چون وصل زندگیم به تاری باری، کل روزا بودم دایم خادم واری، هر آدم ناکس قابل دانست. هنوزم سردرگم، حساس حساس تر از بم، رقم هر فرتم، حال من میبینی خندکو، حالتون بده چون میکنی میکاپ مصرف خوب، میترسی از مردمی از دیدگاه ما از تو. چقدر خوشگاه، به خاطر که نمیخوای درد رنج تکسبی بینه، خوب میکاپ میکنی، خدا خوش نگاه میکنی. با چی خاطر خدا خوش نگاه میکنی؟ که مردم سرت گپ نزنن. ولی تیج میگه تو از مردم میترسی، من یه دیدگاه محسوس سیانه تو رو همه قسم میبینم. ای های 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 های، زیادتر وقتا در افغانستان کسی یک کار نمیکرد که رئیس من خفه نشه. منظور علی تیج هم همیست که تو میترسی، دیدگاه خدا نمیگفتی، گپ حق نمیگفتی، با وجودی که میدیدی که همین نفر اصلا مجرم نیست، گناه نکده، ولی چپت هم میگرفتی، خدا میکپ میکدی، بسیار آرام میشیشتی، خوش خوشحال، یعنی من رفتار میکنم از رئیسم. هی هی، رقم هر فرتم، حال من میبینی خندکو، حالتون بده چون میکنی میکاپ مصرف خوب، میترسی از مردمی از دیدگاه من از تو. هر نفر به هر رقم سطحی کده، از بدن و رنگش تغییر، هر طرف حرکتاش از تمثیل، هر غلطه هر نفر تنظیم، در بدر که هر نفر توجه، میت ذوق هر نفر ترجیح، نقد هر نفر ضرب شمشیر، ترک هر نفر از من بغم چه کدی، خدا بازم زیبا که گردی پشت نفر بعدی، دائم داری خالی سیاد در روی که هست مثل برف سفید، پیدا کدی آدمی ناب پس از یک عالم گدو ودی، بچه هم مثل جان سینا، تو هم مثل فیلتر اسنپ چتی، بچه خدا بازم صدا بچه خود میگه خدا آماده کدی که بگردی پشت نفر بعدی، بچه هم جان سینا، تو هم فیلتر اسنپ چتی، خالی سیاد در رویی که هست مثل برف سفید، پیدا کدی آدمی ناب پس از یک عالم گدو ودی، بچه مثل جان سینا، تو هم مثل فیلتر اسنپ چتی، بچه کدا بازم صدا را خور، اهلا تو همی قسمی گب زدی، اندی والش کدن دور شپر، میگن نچه چیز را خمی گب دادی. بچه صدای خدا تبدیل کده، تو اندی والا وقت یک دختر گب داده دیگه، باز اندیوالاش گردش جمع کده، گفته او بچه تو چی رقمی را گب دادی، یا نه دختر بسیار مقبول قواره ترسه که چی رقمی گب دادی، او که ایره چی با لجی ازارگی گفت، خیلی لجی شیرین گفت، خور احلا تو همی قسمی گب زدی، اندیوالاش کدن دور شپر، میگن اچه چیز رقمی گب دادی، اچه چیز رقمی گب دادی. تا دیروز بودی خود مختار، نپرسم کی باشه دور و برت، من خود دایم سرم دکار، چی بفهمم که چی است خیر و شرت، من نه عاقل و خالقم، من نه عاشق و صادقم، من نه حافظ و ناطقم، من نه یاسر و صادقم، من نه هادی و قایق. بچه های نامایی را که میگن اکثرش نامای خداوند است، یعنی ما که هستیم انسان های جایز الخطا هستیم، اشتباه زیادتر میکنیم، ما نه صادق هستم نه خالق هستم، کسی را خلق میتانم،
خیلی چیزا میگه باش که بدنش چی خواهم چی تا دیروز بودی خود مختار نپرسم کی باشه دور و برت من خود دائم سرم دکار چی بفهمم که چی است خیر و شرت من نه عاقل و خالقم من نه عاشق و صادقم من نه حافظ و ناطقم من نه یاسر و صادقم من نه هادی و قایقم من نالایق لایقم من از باطنم فارغم من هر دم راه و ساتم گم مگم هرچی بگذره از قبل هرچم خمه بشتره سر درگم سر نوشته بد نامردم مگم هرکی پیش نره از خوبی کدن سر ده سر فره دهور بودن اصلا پیش برک میخوایم باشم آدم ناقص ترک کدم رد هر نفرشتره عزیب و بد عزیب و بد میشم کت دورو بری یایم غریبتر غریبتر چون فرش میکنن پل دادم پایم پنی بشن عزیب و بد عزیب و بد غریبتر میشم امرای چار طرف هم امرای دوست و رفیق دگه و دگه چرا؟ به خاطر که پل فرش میکنن پیش پایم با جایی که تشویقم کنن که ما بالاتر برم پل فرش میکنن که وقتی یک نفر پل پیشورید فرش کنه چیکار میشی؟ زخمی میشی میفتی به زمین ای های های. یعنی چقدر انسانای امروزی زیادترش هم تو شده بچا بهترین رفیقت است پیشورید بسیار هم لایت آبا چیشی کارا بکن بسیار خوب است پشت سر گفتی علی تیج پل فرش میکنه زیر پایت ای های های. میخواد از زیبا بد میشم کت دورو بریایم غریبتر غریبتر چون فرش میکنن پل دادم پایم بنی بشر بنی بشر یعنی چی وقتی در شهرم غریبم مجیب و غریبتر از هر نو همه خودم بر خودم خریدم همش کشتم پشت گپ مردم هر نیش زدن کدوم من تحمل از پیش خود کردن مرگ پجور جم بش نیست یک صدوم یک مر کم بش باید بردم خود کم شور شب پیش شدم خرق او کم شور عجیب نیست برم از تنفر از بیخ بوده بیخم پر تزلزل نشان بده خود کسی نشان بدم خود کسیم نشان بده خود کسی فکر کنم قسم ما میمونه که وجدان یک نفر میگه خود نشان بده که کیستی یعنی خدا نشان نده او چیزی که نیستی یعنی نشان بده که در اصل چیستی بده خود کسی نشان بدم خود کسیم نشان بده خود کسی نشان بدم دیوان استم تبدیل شد بیخیم بیت ده ای جماعت پر حماقت به صداقت پر از مردمان آقا به ما بگو ده ای جماعت پر از حماقت پر از کسایی که خدا هوشیار فکر میکنن پر از کسایی که خدا بهترین فکر میکنن به ما چی بگو دیوانه جماعت پر حماقت به صداقت پر از مردمان آقا به ما بگو ده ای جمع کت کس نستم راحت به رفاقت هر محیط است مثل دادگاه به ما میگن مگه در این جامعه من اصلا راحت نیستم چون در محیطی که من میشینم میشن بر ما دادگاه که معمولا کسایی که سن بزرگ داره این کار میکنن چون با امرای ما میکار شده در هر جایی که شیشتیم چی محفل ختم بوده عروسی بوده میمانی بوده هر جایی که شیشتیم آ بچه خود دیگه چی کارا میکنید از زندگی آ نه بچه می کارا نکو خوب نیست این کارا بکو خوب است نمیمونه که چیزی که استعداد داری او پیش بری میشینن دادگاه میشن بر تو مثل یک محکمه واری قضاوت میکنن علی تو هیچ خوبش گفتی گپ دورو بر همه حسن متبر و حسن نظر چیز خبر و همش با من میگن خیلی وقت دل میشه برم سفر تا نبینم دیگه نفر کم کم واقعا میشم میگن دوست دارن باشه خنده روی لبم چون حوصله ندارن که بپرسن چی است غمم های 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 این واقعیت بر ما بیخی 100% صدق میکنه چیزی که حقیقت از بچه ها ما اصلا در یوتیوب نیومدیم ما زیادتر تیک تاک فعالیت میکنم و تیک تاکر هستم معمولا ویدیوهای ما خنده دارد چون جامعه ما غم زیادتر داره و باید به سوی خوشی و آرامی برن تا ای که دوباره ما ویدیوهای فقط یک ویدیو غمگین ساختم کورم دوباره پاک کردم اما نفرها کومنت نوشته نکده بودن کارز همینطور چی شده؟ چی غم داری؟ چی مشکل داری؟ چی شده؟ نه تمامش نوشته که لالا ای چندان ویدیو نسی ویدیو را پاکو این رقم ویدیو نمون این رقم یک نفر پرسان نکرده بود که لالا چی گپ شده؟ یک نفر پرسان نکرده بود لالا لی تیجا میگه که
اصلا خوش ندارن که غم داشته باشن، باید همیشه خوش دارن که لبخند به لبم باشه. هی 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 گن دوست دارن باشه خنده روی لبم، چون حوصله ندارن که بپرسن چی است غمم. میکنن تکی دائم میگن گرم دمم، نمیفهمن نراره چیز چون نزدن دست به تبم. یکان توم هستن مثل با گیردم مذهبم، چون فکر میکنن میتونن به تنی قسمی عذبم. خواهین این پنهان با نقاب صد گپ جور کردن از گپم، کاری کردن ما هم کم کم دست به شویم از عصبم. چی یک جامعه ای همه پشت جامعه ایم، کلگی ما نابغه ایم وقتی غرق تومه ایم. چی جامعه ایم که همه گی ما پشت جامعه ایم؟ جامعه یعنی لباس. میگه چی جامعه ای هستیم، چی قم یک مردم هستیم که تمام ما پشت ظاهر خود میگردیم، پشت لباس خود میگردیم که خود شیک نگاه کنیم. وقتی غرق تومه میشیم، یک نفر از ما سوء استفاده میکنه، ما فکر میکنیم نابغه هستیم. مثل ازی میمونه که یک رهبر میاد تو را پیش میکشه که تو ما از ما حمایت کو، تو از او حمایت میکنی، خوش آماستی ما از یک رهبر حمایت میکنم، ما چقدر یک نفر مهم هستم. داله که تو خود نابغه فکر میکنی ولی خبر نداری که تو غرق تو مستی. نفر که در جایگاهش برسه تو را دیگه آدم حساب نمیکنه. های علی تیج، خدا و راستی باید بشینی ترکای علی تیج و جدا جدا کلماتش گوش کنی که ما نایی چه خواهین این پنهان با نقاب صد گپ جور کردن از گپم، کاری کردن ما هم کم کم دست به شویم از عصبم. چی یک جامعه ای همه پشت جامعه ایم، کلگی ما نابغه ایم وقتی غرق تو ایم. همه به فکر طاقه ایم حتی وقتی جوره ایم، تا که میشه فاتحه همه فکر قرمه ایم. تا که میشه فاتحه ما در فکر قرمه ایم، این خصد پیصد است، به خاطر که زیادتر کسا که میره و لگ یادش بیا کمین یک نفر وفات کرده. زیادتر کسا فکرشان فقط انا مقه میه السلام علیکم تسلیت داشته، داخل خانه که میشینن شروع میکنن غیبت کردن، یا والا بابا یک موتر خرید و میره. ایچ اصلا در قصیش نیست. همین ساعتهای 12 یک بجه شو او بترم نان چی شد با علی تویج بسیار تایتی گفت گفت این جامعه ما خیلی این چیزا رواج داره که فکر قرمه استیم، اصلا فکر از این نیستیم که او کسی که عزادار است یا کسی که خانش یک کس وفات کرده چی یک حالت داره. جماعتی همه پشت دلاریم، بروز میتیم خشونت تا نشان بتیم ما نریم، سر اختلاف بین مردم همه داوریم، میتیم مردم مدفاک تا که خود ما نریم. ده ای جماعت پر حماقت به صداقت، پر از مردمان آگاه به ما بگو دیوانه. ده ای جمع کت کس نستم راحت به رفاقت، هر محیط است مثل دادگاه به ما میگن دیوانه. دور و بر همه هستن متبر و هستن نظر چیز خبر و همش به ما میگن دیوانه. خیلی وقت دل میشه برم سفر تا نبینم دیگه نفر، کم کم واقعا میشم دیوانه. میتن شعار عشق به عشق و شهوتشان، رسم است بر هم بستری قوم رک و دعوتشان. ای را دقیق بچه ها گوش کنین، این بهترین امروز جامعه ما همین ای حالا. میتن شعار عشق به عشق شهوتشان، میتن شعار عشق ولی به عشق شهوتشان. بسیار معنای بسیار عمیق داره. میتن شعار عشق، ما دوست دارم به یک نفر میگه ولی به عشق شهوتشان، او را دوست نداره ولی به عشق شهوتش، خودش سر شهوت است. یک نفر میگه که من دوست دارم با احساسات از او بازی میکنه ولی به خاطر عشق چی؟ شهوت خودش. آی های 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 برم سفر تا نبینم دیگه نفر، کم کم واقعا میشم دیوانه. میتن شعار عشق به عشق شهوتشان، رسم است بر هم بستری قوم رک و دعوتشان. اگر داری پیسه بیتی زنه به همه نشان، گرنه که بیتی افراد ساده را تیز گپشان. باوردارن عاشقن و دائمن پای هم، باوردارن عاقلن و بالغن کاملن. چقدر خوش گفت، باور دارن عاشقن پای هم. میگه باور دارن ولی فکرشون در سر شهوات است. میگه باور دارن که عاشق هستن در پای هم میمونن. تاییدشون میکنه، بسیار کنایه مقبول میدونم کاملا. باور دارن عاشقن و دائما پای هم، باور دارن عاقلن و بالغن کاملا، باور دارن با دقت و نابغن واقعا، باور دارم حالیم. اگه باور دارن که عاقل هستن، بالغ هستن، نابغ هستن واقعا، باز کنایه زد برشان. به هم باور دارن عاقلن و بالغن کاملن، باور دارن با دقت و نابغن واقعا، باور دارم حالیم حاملن فاتحه. مگه وادمی باور باشه ولی ما باور داریم کامل هستن،
فاتحه چون اخوان به هم باور دارن عاقلن و بالغن کاملن باور دارن با دقت و نابغن واقعا باور دارم حالیم حاملن فاتحه نمیخوایم بزنم گپا بپرده اوپس گپم دو منی داشت پینش خنده و درده چه قلق گفت نمیخواستم گپا بزنم بپرده اوپس گفتم گپم اوپس وقتی میگی که یک چیز از دانت خطا بخوره علی جان کل گپا را گفتی کسی کوشیار باشه خودش بفهمه میگه هم در بینش خنده است هم درد است خندهش در ایست که خیلی کار لودگی است که تو باید بگیری خود فکر کنی ما بالغ هستم ولی به عشق شهوت خود ولی جای گریش ازیست که تو با احساسات یک انسان بازی میکنی به خاطر عشق شهوت خود یک انسان نابود میکنی یعنی او زنده او کسی که پیش از تو که میشناختیش و بعد از او که تو کارت میکنی و رهایش میکنی و بیوفایی میکنی درد را که او میکشه دیگه او انسان قدیم نمیشه چرا اینقدر معنای عمیق داره نمیخوایم بزنم گپا بپرده اوپس گپم دو منی داشت پینش خنده و درده کسی نمیتونه ببینه درد را دخنده صدها درد دور و بر و در و هر طرف بنده اینجا ساقی برت همش نزدیک تر از رفیقه دروغ حقیقی تر از گپ حق و حقیقت اینجا ساقی نزدیک تر از رفیق از برت منظورش از ساقی مواد مخدر نیسته یعنی هر کدام ما امروز به خاطر خوش نگاه کردن خود به یک چیز روی آوردیم که مثل مواد مخدر برای ما شده یکی گیم میزنه یکی موزیک میشنوه یکی ورزش میکنه یکی چیز از تنهایی خود با وجودی که چهار طرفش نفر پر است ولی دیگه سر رفیق اعتماد نداره از اینکه که خنجر خورده ازش حالا میگه ساقی منظورش هر چیز است زیادتر کسا پابجی میزنه فورتنایت میزنه یا یک چیز مصروف است به خاطر که مثل ساقی شده برش باید بره اونم اونجا دیگه سر نفر اعتماد نداره اینجا لطیف شده بدفعل و بدفعلم شده لطیف دیگه از خودمان صفکار و سبک و سلیقه میکنن گپ کرکران تایی جنگ سر اید سید و بد به ما بگو دیوانه دائم فکره انارای سید باز میگن از ماست بعید و بد به ما بگو دیوانه سر قدرت دادن صدها شهید هنوز هستن در جنگ شدید کدن مملکته ایرانه در خوشی میشن در هر لحظه صحیح مگم در غم نیستن شریک میشن کامل کتر بیگانه چقدر اینجا رو خوبش گفت در خوشی صحیح میشن قبلا که در افغانستان تیم کرکت برنده میشد تیم فوتبال برنده میشد یا هر یک ورزشکار برنده میشد تمام افغانستان یک دست بود خوشحالی فایک و ساتریک و چکردی اصلا ازاره نبود تاجیک نبود ازبک نبود پشتون نبود ولی وقتی یک قسمت انتاری میشد و یک قوم اوجا چی میشد دیگه قوم اصلا در فکرش نبود ای دغمش نبود ولی اگه خیالش میامد که چی گپ شده اینجا علی تیچ اقا مقبول گفت اینجا را در خوشی شریک هستیم ولی دغم اصلا ای دقصیه که دیگه خود نیستیم اتحاد پیش بگیرین بچه نسل بعدی نباید این کارو کنه در هر لحظه صحیح مگم دغم نیستن شریک میشن کامل کتر دیوانه بچه ها کسایی که ترک دقیق میخواین گوش کنین ذره ذره کلمایش برین چشما را پت کنین و راحت بشینین یا دقیق گوش کنین زیادتر چیزایش ما نگفتم به خاطر که تایم ویدیو امیالم خیلی بالا شده ولی خیلی 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 ترک ایره اگان کس میشنه و فقط هم تو ساده سرشتیر میشه ولی هر کلمش یک کتاب مفهوم داره یک کتاب مفهوم داره و علی تیج از کسایی است که با کلمات خیلی مقبول بازی میکنه و کنایه زدنش مره فوق العاده خوشم میاد یک آرتیست است که شاید در رپ دری دیگه تکرار نشه مثلش بسیار ادبیات فوق العاده بالا داره مره خیلی خوشم میاد بچه یعنی گپای کلی تیج زد اگر انمی رقم ادامه پیدا کنه هیچ در 100 سال دیگه هم افغانستان آباد نمیشه تا وقتی که ما بشینیم قوم پرستی کنیم نجات پرستی کنیم کارهای مختلف کنیم انمی ادامه داره بگذارین بیاین که اینم اینجا نسل ما دیگه نسل آخر باشه اینم اینجا توقف کنه از این به بعد در نسل آینده نره امیدوار هستم
امیدوارستم بچه ها خوشتان آمده باشه. اگر کدام ترک های دیگر هم میخواستین حتما در زیر همین ویدیو کومنت بگذارین، با ایسایسه تمام شم میریم. و همچنان فراموش نکنین که مرا در اینستاگرام فالو کنین. تا یک ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم. الله نگهدارتون.